الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه نجوم الإهتدى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ صدق الله العظيم خدمتي همية خاهران برادران عزيز شنوندگان و بینندگان عزیز سلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکات خداوند قادر و را متشکر و سپاسگزاریم از اینکه بار دیگر به ما توفیق و عنایت فرمود تا لحظاتی را در خدمت شما سروران عزیز قرار داشته باشیم و در سلسله درسهای آنچه که هر مسلمان باید بداند یکی دیگر از جمله قضایای مهمی که هر مسلمان باید بداند حقوق قرآن بالای پیروانش هست خیلی قضیه مهم است شاید بسیار از ما مسلمان ها متاسفانه تا امروز از این قضیه قافل هستیم که قرآن این کتاب مقدس این و این کتاب با این بزرگی و عظمت دارای چی حقوق است بر پیروانش چه حق دارد از خودتان سوال بکنید آیا میدانید حق قرآن بالایتان چیست از اونجایی که دین مبین اسلام دینی بسیار عظیم و بزرگ و وسعت است و هر چیزی رو دارای یک قاعده و یک ضوابط و دارای یک حقوق قرار داده شما اگر در فامیلیتان نگاه بیندازید پدر بالای پسر حقوق دارد پسر بالای پدر حقوق دارد مادر بالای فرزندانش حق دارد فرزندان بالای مادر حقوقی دارند برادر بالای برادر حقی دارد همسایه بالای همسایه حقی دارد کل آن چیزی که شما میبینید هر چیز دارای یک حقوق هست و این قضیه این کتاب مبارک و این کتاب با عظمت هم بر پیروانش حقوقی دارد یکی از جمله حقوق قرآن بالای پیروانش به بالای هر مسلمان ایمان کامل با قرآن هست ایمان کامل وقتی میگیم با قرآن فرق میکند با قضیه مطلق ایمان داشتند خیلی از مسلمان ها ادعای ایمان به قرآن دارند اما متاسفانه بلا نسبت شما مردم واقعی و مسلمانان واقعی عین بنی اسرائیل با بعض از آیات قرآن ایمان دارند با بعض از آیات قرآن ایمان ندارند یعنی آن که به نفعشان هست از قرآن قبول دارند و آن که به ضررشان هست یا بر منافع شخصی اونها نیست او را قبول ندارند ایمان به قرآن یعنی ایمان کامل داشتن به قرآن حق قرآن هست که باید برای قرآن ایمان کامل داشته باشی طوری که الله تبارک و تعالی فرموده او دخولو فی سیل کافه. داخل شوید با اسلام با تمام معنا یعنی تمام قرآن باید قبول بکنید چی بر علیه است چی برای تست چی به منفعتی تست اون آیات چی گاه وقتی شاید با تمام بشود باید قبول بکنی و باور داشته باشی و تصدیق داشته باشی این یکی از جمله حقوق قرآن هست بالای مسلمان ایمان کامل به قرآن داشتن یعنی ایمان داشتن به این که قرآن لفظ و معنا کاملا از جانب الله هست بدون کدام تحریف و تغییر به ما رسیده با آنچه که قرآن به ما میگوید همش کلام الله هست و حق است از جانب الله تبارک و تعالی. باید قبول بکنی، ایمان داشته باشی. دومین حق قرآن بالای هر مسلمان یاد گرفتن قرآن عظیم و شن هست چیزی که خیلی امروز در زندگی مسلمان ها کم رنگ است حتی شما اگر نگاهی بیندازید در قشر تحصیل کرده ما متاسفانه امروز ما خیلی افراد داریم دوازده پاس، چارده پاس، حتی لسانس ولیکن قرآن درست خوانده نمیتواند چرا؟ ما خیلی از مادران داریم در فامیل ما خیلی از خواهران ما، برادران ما، در جامعه اسلامی زندگی کردن عمرشان را در اسلام سپری کردن ولیکن هنوز قرآن یاد نگرفتن هزارها و چندین هنری دیگر را یاد گرفتن میتوانن چرا انسان قدرت و ظرفیتی دارد که هیچ چیزی برای انسان مشکل نیست فقط نیاز است که انسان تلاش کند خودش را به کار می اندازد ولیکن قرآن یاد نگرفت بدون شک اگر طوری که ما با علوم غیر از قرآن ارزش میدیم و ارزش قائل هستیم به طور مثال اگر شما فکر کنید یک فرزندتان رو به کرس انگلیسی میفرستید ما مخالف این قضیه نیستیم دوست داریم باید مسلمان یاد بگیرد هر علمی باید یاد داشته باشد این یکی از توصیه های پیامبرمان است عملا خود پیامبر صلی الله علیه و سلم این کار را انجام دادن چندین نفر از صحابه را انتخاب کردن برای یاد گرفتن زبان های غیر زبان عربی ولیکن درد اینجاست که شما حاضر استید برای ریاضی و فیزیک و ویالوژی و کیمیا و انگلیسی و غیره و غیره یعنی حاضر استید به هر برجی پانزه ست دو هزار سه هزار افغانی را بپردازید به خاطر یاد گرفتنش اما به خاطر یاد گرفتن قرآن حاضر نیستید صد افغانی بپردازید چرا؟ چون اهمیت ندادید یاد نگرفتید قرآن اگر اهمیت میدادیم واقعا ما قرآن یاد میگرفتیم اگر مصرفی که شما در یک ماه در تلفونیتان می اندازید استفاده که در یک موبایل می کنید شما اون استفاده را با اون مصرف روی قرآن می کردید قرآن یاد می گرفتید بدون کدام شک و شک اگر وقتی که برای بیهوده مصرف کردن دارید سری کوچه و بازار و این طرف و آن طرف و شب نشینی ها و سریال نگاه کردن و فلان و فلان که خودتان بهتر میدانید از ما اگر نیمی از آن وقت دانا در خدمت قرآن میگذاشتید قرآن یاد می بناهن خجالت است شرم آور است برای مسلمانی که با قرآن ایمان داره قبول داره دوستش داره اما محبت با قرآن داره ولیکن قرآن یاد نداره از این مسلمان چی توقع داشته باشیم غیر مسلمان سالها تحقیق می کند روی قرآن نه تنها خواندن قرآن بلکه بر روی فهم قرآن و توسط قرآن مشرف به اسلام میشه اونگاه مسلمان حتی مشکلاتی که مسائل دینی و عقیدتی و ایمانی خودش را از قرآن نمیفهمد و حل کردن نمیتواند مشکل ما اینجاست دومین حق قرآن بالای هر مسلمان یاد گرفتن قرآن هست یاد گرفتن قرآن هست سومین حقوق قرآن بالای مسلمان فهمیدن قرآن هست بر علاوه یاد گرفتن فهم قرآن چیزی دیگر است اون شخص که متن قرآن رو میخواند اما به حقیقت معانی قرآن پی نمیبرد فرق میکند تا کسی که هم میداند و هم میخواند این درجاتش درجاتش فرق میکند خیلی تفاوت است بینی الله تبارک و تعالی در قرآن دستور داده با فهم قرآن بنیاد و اساس و افتتاح دینی من با خواندن و فهمیدن و نوشتن و دانستن گذاشته شده اونجایی که الله تبارک و تعالی میگه فعلم بدان انه لا اله الا الله جز الله ذاتی دیگری نیست که سزاوار پرستش باشد این فهم از کجا باید گرفت این آیت قرآن هست کسی میداند که جز الله ذاتی دیگر سزاوار بندگی و لیاقت پرستش را ندارد که او قرآن را بداند بفهمد به همان است که عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه یکی از جمله دانشمندان مشهور صحابه میگه هر کس که میخواهد علم اول و آخر و ظاهر و باطن را بداند پس قرآن را کوشش کند که بداند همه چیز در قرآن موجود است یاد گرفتن قرآن بعد از یاد گرفتن فهمیدن قرآن حق دیگر قرآن بالای ماست به همون لحاظ است که الله تبارک و تعالی دستور تدور و تفکر در آیات قرآن داده یعنی کسانی که میدانند که قرآن چی میگوید ولیکن متاسفانه سالها رفتی نماز جماعت رو خاندی پینجه سال پشت سر یک امام نماز خاندی یک روز نشده که از جناب مولای پرسان بکنی جناب مولای سه سی سال به ما خانده قل هو الله احد یعنی چی؟, چی معنا دارد؟ الحمد لله رب العالمين يعني چی چی پیام داردی بما؟ ما برنامه ایزی لتكرار هر روزی رو تکرار کرده روان استیم یعنی يعني چی چی میگوید قرآن رو وقت ندادیم ارزش ندادیم در جای مردم ما مقصر استن در جای علمای ما مقصر در شرائط کنونی، در شرایط ضروری، ما ضرورت داریم در هر مسجد در هر مکتبمان، در هر مدرسهمان، در هر پانتون حتی در هر خانه الحمدلله با سوادها زیاده. روز یک آیت قرآن اگر ما وقت می دادیم، می, می چقدر مشکلات ما حل می شود. بنابراین سبب من حق قرآن، فهمیدن قرآن. چهارمین حقوق قرآن عمل به قرآن بعد از فهمیدن عمل کردن به قرآن هست ما با خواندن قرآن با فهمیدن قرآن مشکل من صد در حل نمی شود وقتی صد فیصد مشکل حل می شود که عمل به پهلوی اینها باشید بدون عمل مشکل حل نمی شود اگر شما با شد و مد قرآن رو بخوانید با طریقه های مختلف تفسیر و تعبیر بکنید برداشت داشته باشید ولیکن مثل که در وجود من بنده ضعیف بیچاره آثار از عمل نیست در وجود شما هم نباشد اونجا مشکل ما حل نمی شود مشکل ما وقت حل می شود که اینی صحابه خطی که صحابه پیش رو داشتن او پیش ببرید صحابه اول یک آیت از پیمبر صلی الله علیه وسلم می گرفتن خاندنش یاد می گرفتن خوب به طریقه درست بعد از خواندن این آیت مرحله بعدی فهمیدن این آیت را تلاش میکردن معانیش باید بفهمند مرحله سوم تلاش و کوشش صحابه بر عمل و تطبیق این آیت در زندگی روزمره اینها بود اونگاه بود که تعداد بسیار کم 124 هزار صحابه بنابر حادث بخاری یا کمتر یا بیشتر در دنیا بعد از 1400 سال مثل ستارگان آسمان می درخشن. نام اینها به نیکوی برده می شود آبرو و عزت و حیثیت و شرف اینا همش در گروی عمل و قرآن بود ولیکن امروز اگر ما زلیل شدیم خار شدیم پست شدیم زبون شدیم مشکل ما است که عمل نیست ما امروز کمبود قاری نداریم میلیون ها قاری قرآن با شد و من. به آواز مختلف و طریقی زیبا قرآن رو استادان و مفسر ما خیلی زیاد است ولیکن عاملین به قرآن کم هستند اندک استن. پدر خودش قرآن میخواند قرآن میفهمد ولی دروغ میگوید سود میخورد رشوت میگیرد بیبندوباری میکند اعمال فجی غیر اسلامی به انسانی را انجام میدن امروز اگر شما در کشورهای اسلامی این همه جنایات رو میبینید اینها رو کی انجام میداد؟ یک عده مسلمانان جاهل، غافل، بدون عمل به قرآن این قضایی را انجام میداد بنان عزیزان من چهارمین حق قرآن عمل به قرآن هست پنجمین حقوق قرآن که خیلی مهم است بعد از اس قضیه بعد از ایمان به قرآن یاد گرفتن است بعد از یاد گرفتن فهمیدن است بعد از فهمیدن عمل کردن است بعد از عمل کردن رساندن قرآن برای دیگران هست که یکی از دستورات مهم قرآن ما همیست کل آیات که بر محور امر بالمعروف و نهی از منکر در قرآن میچرخد همین قضیه است رساندن پیام الهی است برای دیگران مثلی که امروز جا دارد که ما تشکر بکنیم سپاسگزاری بکنیم استعداد از جوانان مخلص و عزیز دین دوست و قاطع راسخ که کمر همت بسته کردن و شما امروز بینید هر روز پروگرام های اینها را از طریق پیمان پردکشن تلاش میکنن تا پیام الهی را برسانن رساندن پیام الهی امروز با طریقی دیگری با ابزار و وسائل انجام شود. اگر از فیسبوک استفاده می کنید تلاش بکنید پیام الهی را برسانید اگر در رشرات تلویزیونی در اختیارتان هست تلاش بکنید پیام الهی را برسانید اگر اینها در اختیارتان نیست با کوشش کنید فامیلیتان خواهرتان برادرتان همساییتان، همسنفیتان دوستتان رفیقتان خیلی امروز اصال ارتباطات زیاد است می توانید با ایوازی که با نامحرم صحبت میکنی وقتی تزایه میکنی پولی تمصرف میکنی او را زنگ بزن با یک دوستی پیام الهی را برسن چقدر زیباست من معتقد بر این هستم که در روز قیامت در میدان محشر شاید دشمنان الله گریبان من و تو را بگیرن محکم به دروازه بهشت و اجازه ورود به بهشت ندهن چرا؟ به اونجا اعتراض بکنن که ما همه ابزار همه وسائل زندگی روزمره مریتان را برای برایتان آماده کردیم برایتان رساندیم آیا شما نتوانستید شما مسلمان ها که پیام بزرگ الهی را برای ما برسانید این قرآن را برای ما برسانید مسئولیت ماست قسمی که آنچه که خودید میدانی و خودید برداشت داری و میفهمی مسئولیتیت همان است که برای دیگران هم برسانید بلغو عنی ولو آیه پیام بس الله اللہ یک کلمه یک آیت هر آنچه که یاد داری برای دیگران هم برسانید چقدر زیبا یکی از دوستان قسمی کردن میگفتن در یکی از مساجد در کشورهای عربی و نماز صبح یک نفر وارد شد وقتی نماز صبح خوانده شد صدا زد برادران همه سر جایتان بنشینید استاد شد پیش روی مردم گفت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین صدق الله العظیم پس جایش نشست ازش پرسان کردن چرا؟ هدفی چی بود از این؟ گفت من کسی هستم که تازه مشرف به اسلام شدم

حقوق قرآن بالای هر مسلمان که باید بداند ایمان به قرآن ایمان کامل داشتن یاد گرفتن قرآن فهمیدن قرآن عمل به قرآن رساندن قرآن برای دیگران الله تبارک و تعالی به ما توفیق ملند بفرماید تا برنامه بعدی که در خدمت شما قرار میگیریم همه شما را به با الله پاک و بنیاز میسپارم السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکات